خبرهای درباره عراق. هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق آمادگی خود را برای کمک به پارلمان این کشور برای تشکیل یک هیئت ملی به منظور دفاع از حقوق بشر اعلام کرد و ابراز امیدواری نمود که مجلس ناظر بر کارهای دولت آینده عراق باشد. ادمیل کرد، رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در عراق، گفت این هیئت آماده است که از مجلس نمایندگان عراق برای تشکیل یک هیئت ملی حقوق بشری در کوتاه‌ترین زمان ممکن حمایت فنی نماید. به افزود هیئت سازمان ملل برای دادن مشورت قانونی به پارلمان که ناظر و هدایت کننده کار دولت باشد با جدیت کار می‌کند. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای از مقامات آمریکایی و عراقی خواسته بود حول موارد شکنجه و نقض حقوق بشر در عراق که در گزارشات ویکی‌لیکس آمده است تحقیق کنند. روزنامه دیلی استار چاپ لبنان در سرمقاله امروز خود پیرامون بحران تشکیل کابینه در دولت عراق نوشت وقایع 7 سال گذشته را آنطور که مالکی و همگنانش تلاش می‌کنند به زیر فرش جارو کنند نمی‌توان از نظر دور داشت، زیرا حداقل 100,000 عراقی جان خود را از دست دادند و در بعد مالی 1.87 میلیارد دلار کمک‌های آمریکا به عراق گم شده است. واقعیت این است که بسیاری از مقامات عراقی که در کابینه قبلی به نان و نوایی رسیده بودند در کشتار و دزدی‌ها مستقیما دست داشتند و این وضعیت بسیار شبیه به اوضاع لبنان است. در ادامه مقاله دیلی استار در مورد تشکیل کابینه توسط مالکی آمده است آنچه بر سر تقسیم وزرای کابینه در جریان است با آنچه دموکراسی نوپای عراق و نهایتاً مردم از آن می‌خواهند دو چیز متفاوت است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره امروز خود به انتخابات عراق و تشکیل دولت جدید در این کشور پرداخت و نوشت بر اساس توافقنامه‌ای که با میانجیگری دولت اوباما منعقد گردید، آقای علاوی باید کمیته‌ای را در امور امنیت ملی و استراتژیک هدایت کند. نیویورک تایمز سپس به ابهام در وضعیت موجود و چالش‌های کنونی بر سر شکل‌گیری دولت جدید اشاره کرده و می‌افزاید 2 هفته پیش که مجلس تشکیل گردید، عیاد علاوی رهبری اعضای العراقیه را به عهده داشت که جلسه را به اعتراض ترک کردند و هنگامی که مالکی توسط طالبانی برای تشکیل کابینه معرفی شد علاوی حضور نداشت. وی اظهار داشت رژیم ایران مسئول عدم موفقیت در تشکیل دولتی است که استحقاق قانونی وی می باشد. نیویورک تایمز نوشت تحلیلگران و خبرنگاران از صحنه‌ای به هم ریخته در تشکیل دولت خبر می‌دهند که در آن همه چیز از جمله بودجه وزارتخانه‌ها و میزان نفوذ به صورتی پایاپای معامله می‌شود. نیویورک تایمز سپس از قول یکی از نمایندگان سابق پارلمان عراق می‌نویسد الان همه چیز معامله می‌شود، همه به دنبال پول هستند، هیچ کس به فکر خود وزارتخانه نیست. اگر مثلا دولت 7 میلیارد دلار به وزارت فرهنگ اختصاص بدهد، فردا این وزارتخانه یکی از مهمترین وزارتخانه ها خواهد شد. رهبران العراقیه جلسه ای را در منزل عیاد علاوی برای بررسی اوضاع عراق و انتخاب رئیس فراکسیون العراقیه در پارلمان این کشور تشکیل دادند. عالیه نصیف جاسم از رهبران العراقیه گفت در این اجلاس درباره یک دست کردن دیدگاه‌های العراقیه در پارلمان بحث و تبادل نظر شد.